و برای سرمایه گذاری برای زمینه و زمینه مسائل نشه، سهولت آورده نشه، کجا جای کار باز نشه؟ این چگونه طرح اقتصادی است که ما سرمایه را از کشور فرار بدیم؟ خب دوستای عزیز، امنیت خراب شد. شما میدونید که داعش وجود نداشت، امروز داعش تم پیدا کردن رو برشت است. طالب جغرافی پهناور داره بود، جغرافیش بیشتر شد، شمارش بیشتر شد. برو شده نیدین که چند شب و روز در بغل گوشتن در چمتال هم رسیده بودن جنگ میکردن، با می فرزندان شما مسئولین امنیتی شما شب و روز خواب نکردن تا اونا را الحمدلله قلقم کردن و عقب زدن. ولایت دیگه ما خود زیاد متاسفانه نامن است و این ناامنی هم اساسا به سرحدات ما شما رسیده. خب طالب بیشتر شده، جغرافی بیشتر دارد، طالب پیدا بروشن داعش پیدا شده و انکشاف کرده، ایجادش کردن، استبداد و دیکتاتوری اداری وجود داره، وزیرا صلاحیت نداره، رئیسا صلاحیت نداره، استبداد اداری گفتم پیشتر که وجود داره، کشور توسط 3-4 نفر مشخص اداره میشه و اصطلاح اداره قبض شده، با قبضه خود گرفتن، اشغال کردن. ما با این وضعیتی که عدالت اجتماعی رعایت نمیشه، عدالت سیاسی رعایت نمیشه، کار تقسیم نمیشه، صلاحیت تقسیم نمیشه، چی گونه تقسیم بشه؟ من یعنی اگر والی هستم، اگر صلاحیت های سیاسی حزبی من باشه، پایگاه اجتماعی ما با محبت که شما عزیزا دارین نباشه در سراسر شمال و اقصا مناطق افغانستان، من صلاحیت ندارم که اینجا کار بکنم. وزیر خود صحبت، وزیر خود پیشینگی نشان است، صلاحیت های اداریش هم گرفته شده، بباشه صلاحیت های اقتصادی و قراراتی و پولیش هم گرفته شده، صلاحیت های تعییناتش هم گرفته شده و آخرین بار فرمان تاریخ حجده، حکم تاریخ حجده سرطان وقتی که صادر شد، این خود نشان دهنده یک استبداد مطلق اداری است. در مغایرت با قانون اساسی، در مغایرت با قانون کارکنان، چی دستگاه دیپلماسی، پرسه دیپلماتیک، چی مربوط به وزاره تحصیلات عالی، چی با قانون کار و وظایف لوی سارنوالی، آنچه که صادر شده مطلق اشتباه، استبداد اداری است و قبض کردن تمام صلاحیت های ادارات برای یک به یک محور کوچک به نام صلاحیت اداری است. این پذیرفتنی نیست. این هم از ظلم و جفا و بیکفایتی و ضعف مدیریت و ضعف اداری یک جای شد و ما مجبور شدیم که حرف هم شنیده نمیشه. ما پیشتر به تو گفتیم بسیار کوشش کردیم دیالوگ بکنیم، مذاکرات کردیم. سپیدار توانایی کار نداشت، مجبور رهایش کردیم و اگر نه میدونی که من خود سرش فدا کرده بودم، فداکاری کرده بودم. وقتی که توانایی کار نداشت، نمایندگی درست نکرد، از حق مردم دفاع نکرد، مجبور از پیش جدا شد. آخرین مثال براتون میاریم. جوانای مردم در تظاهرات مسالمت آمیز، جوانای تحصیل کرده که دکترا دارن، ماستری دارن و لیسانس هستن، اینها را به نام لندغرها و گلوله بستن، کشتن. این فیر اوایی نبود که بگوید که فیر اوایی برجش خورده باشد. یک تعداد درست با فیرهای پراغنده زخمی شدن، 24 نفر که به شفاخانه رفتن. اما 7-8 نفر جوانای تحصیل کرده، ماستر و لیسانس حداقل، از سینه به بالا با سنایپر مرمی خوردن، نشانه گرفتن. تو قصر سپیدار از خونی فرزند فرزانه مردمت که دفاع نکنی که به تو رأی داده، وی پدر داره، مادر داره، فامیل داره، بالاخره بستگی به یک جامعه داره. تا
تو که عضو شورای امنیت هستی، تو که عضو شورای کابینه هستی، تو که در رأس شورای وزیران هستی، تو از خونی فرزند مردم که جوانه که پیشت به خون مفته زیر تیر تانگ میشه تو دفاع نمی کنی. شرم بار که بخاطر ماش و چهار تا مشاور داشتن به قصر سپیدار بخزی اندازم قصر سپیدار بین نشینی. ما دیدیم که قطر رابطه کردیم، رفتیم با رئیس جمهور صحبت کردیم، انصافا رئیس جمهور استقبال زیاد کرد، واقعا استقبال کردن، یک قسمت کارهای ما را اجرا کردن و یک قسمت کارها هم سر میز به امضا بود، چند سفارات و ولایت دیگه هم سر میز به امضا بود. اما این ملاقات های فرسایشی تار دادن دا زیاد که در آسده نمی آمد. یک دمی بحث بودیم که تظاهرات شد. خب شما بگوین بابا، یک طرف مذاکرات بود و چوکی، یک طرف ارزش ها بود و ملتم که خون فرزندایش میریخت، ما کدام طرف باید میگرفتم؟ خیلی ببینی باید طرف مردم رو میگرفتم. هستن کسانی که مرا میگه که چرا مذاکره را رها کردی؟ خود چی میکردی؟ آرامی تا میگرفتی؟ نمیگرفتی موضوع گیری؟ نمیکردی موضوع گیری؟ جان و وجدان اجازه نمیتا. ما ببینم که جوانی از مردم پرپر شده به خون افتیده، ما کله خود خم بکنم به زمین بندازم با خود آرام بگیرم برم که یک چوکی بگیرم، سفارت بگیرم، ولایت بگیرم، با فلانی با فلانی؟ نه، برای ما بسیار ارزش داره. اینجا هم ارزش هایم زیر پای میشه، هم حیثیتم زیر سوال میره، هم غرور مشروع اسلامی و ایمان و وجدان ما زیر سوال میره. بهتر از این در کنار مردم این باشم. گفتم که حادثه پنجم رمضان روز چهارشنبه آمد، دشمن رخنه کرد، امنیتی ها در اونجا در کابل بی‌کفایتی کردن، یک حادثه بسیار فاجعه امنیتی هفتید، 500-600 نفر شهید شد و زخم شد در ماه مبارک رمضان. بسیار دردآور است. او دوستای عزیز میدونیم که یک جوان خود، یک فامیل خدای نخواسته همه عمرش خدا دراز بکنه، رس بده چقدر سخت هم میشه. و در ماه مبارک رمضان دن بروزه بیش از 600 فامیل داغدار شد و چقدر سخت است، بسیار سنگین است. گفتم خب بشه که از راههایی را حل بکنیم، اصلاحات بیاد در قوای نظامی. دو روز بعدش تظاهرات مثال نادامه جهان ها شد، مردم بود در دل داشتن و اینا را با گلوله جواب دادن. یه وقت که اینا نوازش شوند، حرف اینا گوشد، از راه قلوری و استبداد دکتاتوری دکتاتور معابانه حرکت شد و اینا را یک بار دیگر در هفته رمضان این جوان را حکومت به خاک و خون نشاندن. خب امروز بچه ها شهید شد. در شب تصمیم گرفته شد که به بادامباغ سالم زیدیار شهید جنازه بگیرند. همه رهبری جمعیت هم تصمیم شده بود که برن اونجا اشتراک بکنن. دمی خلال شب تا تا به صبح چهار انتحاری از کجا پیدا شد؟ در کجا اینا انتظار داشتن که سالم زیدیار شهید میشه، رهبرای جمعیت میاد به جنازه شرا میکنه، او هم با بادامباغ میباشه، بادامباغ یکی تامین امنیت شده به شدت سایه امن مسون محافظت شده. و در خلال چند ساعت یه از پاکستان میرسید؟ نه، گیرم که در هلمند و خوست و پکتیا بود از اینجا میرسید؟ و نه، امکان نداشت. و گیرم که آوردن به این سادگی بردن در صفوف به چهار استخامت صفوف جا و جا میکردن خونه. این سازمانده شده یا در میمخانه تیار بود یا آورده شد که همه ای سران جمعیت که از همه اقوام است همه را یک طرفه کنن و نابود کنن. اما خدا نخواست، اراده خداوند، اراده الله در دیگه چیز بود که اینا زنده بمانند و روی جنات کارها سیاه شود. خب این خور عبرهای ما را میکشتن کلش. ما چی باید میکردیم؟ مجبور شدیم که در یک وضعیت بسیار بد قرار داریم. هر روز از ما دشمن قربانی میگیره،
هر روز های جنگ تنگتر شده میره و جغرافیای مخالفین پهناور شده میره. ما بنشینیم که در انتظار شمشیر جلاد که در برای زدن گردن ما در لین ساد باشه و که نوبت ما برسه ما گردن ما را شمشیر بزنن، این نه این خردمندانه نبود. مجبور بودیم که ما تصمیم میگیریم، در دیالوگ موفق نشدیم. گفتم که ما که دیالوگ میکنیم در خود چیزی نمیخوایم، وظیفه نمیخوایم، رئیس و جمهور ما به خود وظیفه نمیخوایم، ولی مشکل مردم میخوایم حل شود. در نظامی طرح داریم، در مسائل اداری طرح داریم، در حضور در بدن قدرت طرح داریم. ما میخوایم که حقوق همه تامین شود، واقعا مشارکت ملی وجود داشته باشد. پیش آمد خوب بود، کارهای هم شد، ولی من نمیخواستم که به این حد ما به اصطلاح و ملاقات های فرسایشی رو بروشیم. بالاخره با مسئولین جمعیت گپ زدیم. هنوز شورای رهبری 64 نفری ایجاد نشده بود. یک شب در خانه معاون صاحب احمد ضیا خان همه ما به اشتراک امیر صاحب اسماعیل خان، معاون صاحب احمد ضیا خان، معاون صاحب نقیبی، آقای واقف حکیمی، آقای استاد شاداب، آقای فقیری، مراد صاحب، برادرای زیادی بودن، در رأس رئیس جمعیت شیشتیم، بحث کردیم. گفتیم با این حکومت به این نوا خونه میشه چی باید بکنیم؟ گفتیم که حال مجبور استیم که ائتلاف کنیم، هم جمعیت خود را بسازن که بازم او شورای 64 نفری جور شد و هم باید ائتلاف را برا بندازیم. ملاقات ها با جناس دوستان گیریان داشت، از طریق رئیس جمعیت، از طریق معاون صاحب احمد ضیا خان و بعضی برادران. این یکی آمدیم با دوستای خود ما مشوره کردیم، مشوره بمی شد که باید تصمیم بگیریم و عاجل تصمیم بگیریم. بین ما و معاون صاحب اول ریاست جمهوری ملاقات های تلفنی صورت گرفت. وضعیت را توضیح دادیم. تصمیم به این شد که بشینیم با هم. خب روی مشکلاتی که بود برای جنرال صاحب در افغانستان جوان تا میگه چرا این را در خارج چشتیم گذاریم. خوب کردیم، در هر جایی که ممکن باشه میشینیم برای منافع ملی خود گم میزنیم، برای منافع کشور خود گم میزنیم. چون محدودیتی که برای ما اون شب اول بود، ما رفتیم به ترکیه، استاد محقق هم رفت، رئیس به جمعیت هم رفت، شیشتیم، بس کردیم، چیزای را خامه نویسی کردیم، بین خود به توافق رسیدیم. وی را فیصله کردیم که میاییم با مردم رایزنی میکنیم، خصوصا با کابل، با جناها و نیادهای بزرگ سیاسی و ائتلافهایی که موجود است با همینا رایزنی میکنیم. یعنی تصمیم بعد از رایزنی و ملاقات ها در داخل نیاییش میسازیم. در شمال اعضاب سیاسی که اینجا همکاری ماست با اینا ما میشینیم گم میزنیم، با تک تک اینا شریک میسازیم و نظرشان میگیریم و نظریاتشان را داخل اعلامیه میکنیم و بعد از اینکه نیایی میشه ما البته گرده همایی بسیار بزرگ، حتی پیش از نیایی شدنی گرده همایی بزرگ 50,000 100,000 نفری 1,000,000 نفری در بعض از ولایات گرفته میشه و اعلام موجودیت ائتلاف که فراقومی باشه و هم اقوام در او شریک بوده باشه با کابل اعلان نشه. شما حرکت لوی قندار دیدید، ما را چرز دادن گفتن که یا شمالی است. ما میگیم که جمعیت یک حزب قدرتمند افغانستان شمول است. نقیبی سای فرزند یک مجاهد بزرگ و قهرمان معاون جمعیت است از قندار. در هلمند جوانای بسیار بزرگی با ماست، در خوست و پکتیا و پکتیکا همچنان، خیلی زون جنوب غرب و بازغیس و فرا و غور و اینا در جایش. بعضی از اونایی هم ما با برادر جنوب هم بحثایی داریم، با احزاب سیاسی دیگه هم بحثایی داریم، با لوی قندار هم بحث داریم، با مشرقی هم بحث داریم. شما صدای لوی قندار رو شنیدین؟ بعد ما مذاکرات خودم دوام میدیم. صدای مشرقی لوی ننگرهار هم صدایش شما میشنوید، منتظر باشید.
امروز محور افغانستان یک اعلان موجودیت کرد. این همه نشان دهنده نارضایتی مردم چهره ها بره ها و شخصیت های شاخص و سیاسی از حکومت نارضی بودنشان نشان میده و تثبیت میکنه. گفته آقای همایون، همایون گفتن که وزیر خفه، سفیر خفه، ولی خفه، ای عذاب و ای همه خفه، حکومت مردم خفه، حکومت برای بالای کی؟ حکومت های دکتاتور هم یک تعداد طرفدار برای خود میداشته باشه. اینا خود کاملا بریشه مانده. برحال حال وقتی که ائتلاف ممیان آمد که زود است که این نیایی شوه، در اعلامهش هم که لیک شده کدام خبرنگار پیدا کرده برای شما کشیده که هنوز مور نیایی نساختیم، نیایی میسازیم بعد از اینکه تمام عذاب و جریانها را نظریشان بگیریم، گفتم که این در خارج چرا جور شده؟ دلایل خارجش خود گفته، گفتن که سمتی است و این اساس صدام بلند شده رایست تنها خود جمعیت شامل کل افغانستان است و ایره بعد میبینه که مربوط به کل مردم افغانستان میباشه با قدرت و با یک انکشاف بسیار عالی این به میدان میبراید و برای مردم و برای رقبای سیاسی به معرفی گرفته میشه. ما مجبور هستیم که از رای فعالیت های بزرگ مدنی با تشکیل ائتلاف حساب شده پیش بریم، چون ائتلاف که نیایی شده اعلان شده یک کمیسیون هایی می داشته باشه که هر کمیسیون در بخش خود فعالیت میکنه و ما تانه نتن ما کمیسیون در هر بخش داریم، در بخش سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، ارتباطات عامه، بر هر بخش ما کمیسیونایی داریم که با نابترین چهره های مدیریت خواهد شد و ما گفتم که اینا بیان 500 میلیون یک پروژه جور بکنن. در ما 500 میلیارد داده تا در شمال خودم به تنهایی خود اگر تطبیقش نکردم مثل که این بخش نمونه است. با پولی کم مثل گدایی، مثل کشکول در گردنت ما برخی نمیخواد جور کردیم. پلان استراتژی 5 ساله داریم، پلان استراتژی ملی 5 ساله داریم، پلان انکشافی 5 ساله ولایت داریم، بنامه سیتی پروفایل پلان 4 ساله شهری داریم که در رو بنادر رشد اقتصاد، بنامه اشتخارزا، کارزا، جای باز کردن جای کار، همه چیز در رو است. کی حمایت کرد که عملی شوه؟ گفتن که 1-2 ولایت نمونه شوه. این باغ نمونه دین حمایت بکنن که الهام بگیره دیگه ولایت هم به این شکل پیش بره و از این وضعیت بعد هم از نظر امنیتی هم از نظر اقتصادی و انکشافی همه ولایت نجات پیدا بکنه. 500 میلیون به ما بده، ما بر رشتم تعهد میسپارم. زیاد نه، با 4 تا کارشناس خود مقام ولایت مگر امیر عملی نکردم همه از این ائتلاف پس به صورت ترکش میکنه. همه قول میده همه کارشناس های ما در سطح ولایت این میتوانایی را دارن. چه خواستایی که ما مراجعه بکنیم با 1-4 تا متخصص کلانتر و بزرگتر و با تجربه تری دیگر. هیچ کس خودش جامع الکمالات نمیباشد. مدیر مدیر از مدیریت میکنه، رهبر منبع الهام برای ملت می باشد که توانایی بسیج ملی ملیت ها و اقوام برای رسیدن به اهداف خود داشته باشد. این کار هر کدامی یک کسی که رهبری کرده این توانایی را دارد. حال می آیم سر این نکته که ائتلاف ما ائتلاف محکم و استوار است، شکنه نیست. برتان اطمینان میتونم که ما کمربندای ائتلاف خوب کش کردیم، مطمئن شد مالی آمدیم برای شما حرف بذاریم.
نه جناس دوستم تناست، نه اساس محقق تناست، نه رهبری جمعیت تنهاست، نه اعضاب سیاسی که اینجا ششتن اینا تنهاست، نه ملتیم تنهاست، نه لوی قندار تنهاست، نه لوی پکیات تنهاست، نه امیرصاحب اسماعیل خان در اونجا، نه آیسا وزیر تری در اونجا، نه نقیب صاحب در قندار و نه هم داکتر صاحب ابراهیم در غور. نه داکتر صاحب ابراهیم در غور، نه ملاحظ صاحب ازده در پغمان، نه جناس صاحب زیادین گردزی در گردز. اما قسم تمام برادرها و همکارای ما که هستن و عذاب سیاسی هستن و مختلفین ما هستن، هیچ کدام اینا تنها نیست. کسی بخواه بعد از این تنها تنها سر اینا توطیه بکنن، دسیسه بسازن، بعد راه را برای خود صاف بکنن، با راه را برای استبداد خود را صاف بکنن. دو سه جنرال مونس به اول شما میدونن که سیاسی ساختن و اگر نه سفارتخانه کشورهای بیرونی را به مسائل حقوقی چه قرار است، کسی دعوای حقوقی داره؟ ما مخالف دعوای حقوقی نیستیم. هر کسی که هر کاری کرده دعوای حقوقی جریان داره، عسکر است، سرباز است، افسر است، این است، آن است، دعوای حقوقی نرمال به طبق قانون خود پیش برد. هم سفارتخانه میگه سیاسی نشوه و هم خودشان اعلامیه میتن. این فرق از کجا تا با کجا؟ ما از شریکای بین‌المللی خود میخواهیم که در امور ما اضافه از حدی که کمک میکنن مشوره میتن، به حدی که لازم است که ما نیاز داریم در تخصص، از او عدول نکنن. لطفا بگذارن که خود افغانان ظرفیت ها و توانایی خود را به خرج بدن و علی و علی ائتلاف ما هم دانشینی نکنن. این ائتلاف شخص و فرد نیست، این ائتلاف ملت هاست، این ائتلاف بخواسته از متن و عمق جامعه است و هیچ کشوری باید خود با جامعه و با ملت، با مردم مواجه نکنه. ما دوست سازی و پرونده سازی و پرپرا سازی را رد میکنیم از ریشه، از بنیاد. با ما مشکل خلق کردم نمیتونن و این کار نکنن، بخیر کسی نیست. گفته اون برادر گفتن که یک حکم غیر قانونی صادر شده، گفتن که ما مطابق قانون پیش میریم، به ما هیچ باکی نداریم که فرمان غیر قانونی بوده باشه، سای ما نافذ نیست که عملی شود. هر فیصله که غیر قانونی است ما نافذ نیست و ما از بچه ترسانی نمیترسیم. ما متین و سوار و پیش میریم، ما حکومت اصلاح میکنیم و ما از این بچه ترسانی نمی ترسیم. گفتم که ائتلاف نظام از سقوط میتر یا ضعیف میکنن. برای همیتان عزیزا میگم ائتلاف برای سقوط نظام نیست، چون ستون نظام خود ما هستیم. هم کسایی که ائتلاف را جور کرده و کسایی دیگه که در نظام میاید، نظام مربوط شما هست، با خون فرزندان شما این نظام به دست آمده و خود ما و شما شریک نظام هستیم. در قدرت، در بدنه قدرت، از رأس تا پایین شریک هستیم. این که مشکلات های وجود داره که صلاحیت ها گرفته شده چیزی جدایی است. ما میخواییم که صلاحیت ها اعاده شود، صلاحیت های وزیرا، صلاحیت های رئیس ها، صلاحیت های تمام ادارات باید اعاده شود. در غیر او فشار ما سر حکومت بیشتر خواهد شد. ما در سقوط نظام نیستیم، در پای اصلاح نظام هستیم. پای حکومت باید راست بسازیم تا عدالت سیاسی، عدالت اجتماعی، مشارکت واقعی سیاسی تأمین شود. این قوم و آن قوم نباشه، حتی در میان برادرای پشتونی ما غلجی و دورانی نباشه. ما همه یک ملت واحد هستیم. همه ملت به خانه بزرگی به نام افغانستان زندگی میکنه، حق داره که در حکومت شریک باشه، حق دارن رای بدن، حق دارن رای بگیرن، حق دارن رئیس باشن، ولی باشن، حق دارن رئیس جمهور شون.
تشکر. یک جهان، یک جهان سپاس. خب دوستان، ما دیگه زیاد رحم نمیزنم، یادداشت زیادی دارم، فکر میکنم که زیاد منتظر نمیدن نقش بهتر است، وگرنه یادداشت زیاد دارم. باز تکرار میکنم که این اعتراف شکننده نیست، با این اعتراف به پیش میره تا دوره های بسیار طولانی به پیش میره. این اعتراف در شمال هم با حضور باشند 50,000 الی 100,000 نفر اعلان میشه، و این اعتراف در پایتخت هم با مجالس 100,000 نفری اعلان میشه بعد از رای زنی، با حضور همه سازمان های سیاسی. و بعد سری کمیسیون ها میریم، کمیسیون ها فعال میشه و فعالیت خود را شروع میکنن. هیچ چیزی سر رای ما را گرفتن نمیتنن. با شریک های بین المللی خود خطاب میکنیم طرف نشون. از حکومتی که امنیت تامین نمیتونه، مدیریت نمیتونه، اقتصاد از هم پاشیده، اختلافات قومی عمیق شده، فاصله بین حکومت و ملت بسیار زیاد شده، دزدی قراردادها به اوج خود رسیده، فساد بیداد میکند، حتی تحمل حرکت های مدنی را ندارد. جوانایی که حرکت مدنی را می‌ندازه با گلوله می‌بستن، با گلوله هدف قرار دادن، زیر تیر تانک کردن. از زمین طور یک حکومت خلاف شعارتان که به افغانستان آمدن حکومتداری خوب و دموکراسی و عدالت و عدالت سیاسی و مشارکت سیاسی و روابط خوب با مردم و خوشی مردم و بازسازی و انکشاف و این و آن، این پول تا خود رای مصرف میشه که برخلاف مایل مردم ما. اینا باید تجدید نظر بکنن در مدیریت کاری خودشان هم، و در برابر اعتراف دسیسه و توطیه هیچ کس قبول نکنن. با خود اعتراف مستقیم وارد مذاکره شوند و حرف بگیرن. ما حرف برای گفتن داریم و واضح هم میگیم. و این را چسب دادم که این ساخته روس است و ساخته انگلیس است و باشن ساخته ترکیه است و کجا است و آسیا میانه است. و ما من حیث یک افغان آزاد به فکر خود کار کردیم، با توانایی خود کار کردیم، با بازوی خود را پیش میبریم. تشکر، تشکر، تشکر. خیلی ببینیم، تشکر، تشکر، تشکر. از هیچ کشور دیکته نشدیم، نوکر هیچ کشور هم نیستیم. طرح ما از خود ماست، نشست خود ما کردیم، فیصله را خود ما کردیم، نیایش هم خود ما در داخل افغانستان می‌سازیم. و اما در صورتی که حکومت اصلاح نشود، استبداد بیداد بکنه، دوستای بین المللی، شریکای بین المللی تان متوجه نشوند، مردم هر روز کشته بته، در روز صورت از هر وسیله کار میگیریم و هر کسی که کمک ما بکنه برای زنده ماندن مردم ما کمک شرط نمیکنه. عمر سرشید گفته بود که یکی چی کسی ما رو با چی مقصدی کمک میکنه و مربوط به خودشان است، ولی ما کمکشان رو میگیریم برای آزادی وطن خود مصرف میکنیم. ما وقت باز برای آزادی مردم خود مصرفش میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
آریانا نیوز آینه مهمترین رویدادهای